تفنگ واسه روز جنگه. روحیه سرزنده، شاداب و معترض. تنها 18 سال داشت. اهل شهرک آلارد ربات کریم. ساعت 7 شب 25 آبان 98 در جریان قیام آبان به اعتراضات مردمی پیوست. اما دیری نگذشت که با شلیک گلوله به پیشانیش در مقابل فرمانداری و پادگان سپاه ربات کریم به شهادت رسید. صدایش رفت، لبخندش رفت، تصویرش رفت، اما خاطراتش نرفت که نرفت. هنوز مردم محل نامش را زمزمه می کنند، زیرا که او با کودکان زخم خورده مهربانی، با مادران داغ دیده همزبانی، با گریه های بیپناهان همنشینی می کرد. چه کسی است که نداند قطره ای از خون به ناحق ریخته علی به هدر نرفته و نمی رود. خون پاک او با نگاه معصوم و تکان دهندهش بهای آزادی ایران زمین بود و بیگمان فردای آزاد ایران از ورای نینه نگاه نافذ او دیدنی است. نه علی، بلکه همه جوانان والایی که برف ها را با سرخی خونشان در آبان خونین سوزاندند و نوید دادند که زمستان شکستنی و رفتنی است. گرچه ما برای علیها بغض کردیم، گریستیم، اشک و خون و خشم را به هم آمیختیم، اما ما خشمگین‌تر شدیم، ما راسخ‌تر شدیم، ما استوارتر شدیم، ما راه قیام را ادامه می‌دهیم، ما انتقامشان را می‌گیریم.